أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المحمود الأحمد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. در ابتدا خودم و شما نمازگزاران محترم را به تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات توصیه و سفارش میکنم. امیدوارم خدای متعال توفیقی تحصیل تقوا و کسب تقوا را نصیب همه ما و شما بفرماید. تقوایی که میسر نمی شود مگر با عمل به دستورات دین مقدس اسلام و پیمودن راهی که برای خاتم انبیا رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله معین شد و مشخص شد، اون راه مستقیم، اون صراط مستقیم که راه عبادت خدای متعال و تبعیت از انبیاء و رسولان، خصوصا پیامبر خاتم، خاتم انبیا صلی الله علیه و آله. با پیمودن این راه و رفتن از این راه، تقوایی که زاد و توشه آخرت انسان است نصیب انسان میشه. خدای متعال در سوره انعام آیه 153 فرموده است که و ان هذا صراطی مستقیما، یه عمل به ارزش های دینی و عبادت و پرستش خدای متعال، ای راه من است که استوار است. راه مستقیم این، راه مطمئن و استوار که انسان را به مقصد
و هدف نهایی خلقت و آفرینشش میرساند این راه است. فتبعوه، پس این راه را دنبال کنید. از این راه مستقیم حرکت کنید. ولا تتبعوا السبول، راههایی که شیاطین، پیروان شیطان، منحرفان، گمراهان ایجاد کرده اند و مردم را به گمراهی میکشانند، اون راه ها را تبعیت نکنید، اون راه ها را دنبال نکنید. راهی که اجانب، بیگانگان، دشمنان دین، دشمنان اسلام با تبلیغات، با شایع پراکنی، با ایجاد شبهات میخواهد مردم را به اون راه ها بکشانه که راه غیر اسلام است، راه مستقیم نیست، راه گمراهان است، راه منحرفان است. اون راه ها نباید دنبال بشه. ولا تتبعوا السبل، که اگر در اون مسیرهای انحرافی و راههای شیاطین حرکت کردید و اونها را دنبال کردید، از راه خدا پراکنده میشید، از راه خدا دور میشید. این توصیه است که خدای متعال شما انسانها را به او کرده است. و هدف از تبعیت راه خدا که راه مستقیم است، راه استوار است، راه مطمئن است، راه رساننده به مقصد و هدف نهایی انسان است، راه تقرب به سوی خدای متعال است، راه عبادت خدای متعال است، راه اطاعت از خدا و رسول خدا و جانشینان رسول خداست. این راه است که انسان را به تقوا میرساند. از این راه حرکت کنید و این راه را دنبال کنید. لعلکم تتقون، به امید این که تقوا حاصل بشه، تقوایی که زاد و توشه آخرت انسان است، تقوایی که مایه سعادت و خوشبختی ابدی و همیشگی انسان است. این تقوا عاید حال انسان بشه و نصیب انسان بشه. خب حالا دعاهای امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، فرازهای از این دعا را در ادامه صحبتهای گذشته خدمت شما عرض می کنم. امام سجاد علیه السلام عرض می کند به درگاه الهی: اللهم و انطقن بالهدى، خدایا مرا، زبان مرا به سخن هدایت بخش، هدایتگر، ناطق و گویا بفرما. این خیلی مهمه. و اینکه کلامی از دهان انسان صادر می شود و انسان تکلم می کند، سخن می گوید، حرف می زند، یک امر اختیاری است که انسان انجام می دهد. اما خدای متعال که به تعبیر قرآن عظیم الشأن یحول بین المرء و قلبه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، بدانید که خدای متعال خیلی به شما نزدیک است، خیلی به ماها نزدیکه، بین انسان و قلب او مرکز اراده و تصمیم گیری او حائل میشه. نزدیکترین
به مرکز اراده و تصمیم گیری انسان الله متعال است، ذات باری تعالی است، خدای متعال است و افعال اختیاری که انسان انجام میده با اراده که میکنه و تصمیمی که میگیره در دل و افعال صادر میشه، از جمله سخنی که میگه و کلامی که میگه و خدایی که از خود انسان کرده هم به اون مرکز تصمیم گیری و اراده انسان نزدیکتر است، تصرف میتوانه بکنه در اون اراده و تصمیم گیری. و سخن حق، سخن خوب، سخن هدایتگر بر زبان انسان جاری بشه. لذا از خدای متعال که خالق همه اشیا هست و مدبر امر است و از همه و از حتی از خود انسان به مرکز اراده و تصمیم گیری او که قلب اوست نزدیکتر هست، از این ذات باری تعالی خواسته میشه که زبانم را به هدایت، به کلام هدایت و هدایتگر ناطق و گویا بفرما. اللهم انطقن بالهدى و الهمن التقوى. خدایا تقوا را، اون نیروی باطنی و قلبی که باعث میشه انسان اعمال خوب را انجام بده و از اعمال بد پرهیز کنه، از گناه و معصیت اجتناب کنه، از خطاها و گناهان و معصیتها و محرمات انسان را باز میداره و جلوگیری میکنه. این نیروی باطنی را که این خاصیت را داره که به او تقوا میگیم، ملکه تقوا، در دل من بتابان و الهام بفرما. این نیروی باطنی را در دل من ایجاد کن تا من از نور و نورانیت تقوا و طهارت قلب و اون ملکه باطنی که انسان را به سوی خوبی ها سوق میده و از بدی ها باز میداره، این نیرو در دل من ایجاد بشه. و الهمن التقوى و وفقن للتی هی ازکا. خدایا مرا برای اعمال توفیق بده که او پاکیزه‌تر و رشد دهنده‌تر است، به پاکیزه‌ترین اعمال و به رشد دهنده ترین اعمال مرا توفیق بده. عملهای خوبی، عملهای صالحی، واجباتی، مستحباتی که مرا رشد میده، تکامل میده، به خودت نزدیک میکنه مرا و باعث میشه که آلودگی های من زائل بشه، حداقل کاهش پیدا کنه. خدای مرا توفیق برای انجام چنین اعمالی بده. و وفقنی هی و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا. خدای این نیروی مرا، این توان مرا، این قدرت مرا به عملهایی که موجب خوشنودی بهتر و بیشتر خودت میشه، خوشنود کننده تر برای خودید، راضی کننده تر است برای خودید، برای اون اعمالی که رضایت خودت را جلب میکنه، خوشنودی خودت را فراهم میکنه. خدایا این نیروی مرا، این توان مرا، این قدرت مرا در انجام چنین اعمالی به کار بگیر. اللهم اسلک بی الطریقه المسلا. خدایا
مرا به راه بهتر، راه با فضیلت‌تر، راه مستقیم، صراط مستقیم، راهی که به مقصد راحت‌تر می‌رساند، راهی که مرا به خودت نزدیک می‌کند، مرا در این راه وادار به حرکت کن، مرا در این راه حرکت بده. اللهم اسلک بی الطریقة المثلى. این که در شبانه روز در نمازهای یومیه در سوره فاتحه همیشه تکرار میکنیم، در رکعت اول و دوم که سوره فاتحه را در نمازها میخوانیم تکرار میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، این همون طریقه مثلاست، این همون راه فضلاست، این راه مستقیمه، این راه را خدایا مرا در این راه حرکت بده. وجعلنی علی ملتک اموت و احیا، خدایا مرا بر دین و آیین خودت قرار بده که بر اون دین بمیرم و زنده شوم. در زندگی انسان سه روز خیلی مهمه، یکی روز تولد انسان خیلی روز مهمه که انسان چگونه متولد می شود، با نیکنامی، خوشنامی، حلال زادگی، پاکیزگی یا با شبهه، با بدنامی، چگونه متولد می شود. این روز خیلی روز مهمه و یکی هم روزه که انسان از دنیا می رود، یک فضای وسیع تری جلوی روی انسان باز می شود، از این دار دنیا، از این عالم محدود خارج می شود، در یک عالم برزخ، عالم وسیع تری قرار می گیرد. این روز خیلی روز مهم است. مرگ انسان در چه حالی باشد، با چه وضعیتی باشد و چگونه باشه، این هم برای زندگی انسان و برای انسان خیلی مهمه. و یک هم روزی که دوباره زنده می شود برای حساب و کتاب و بالاخره برای گرفتن پاداش اعمال خوب و برای کیفر اعمال بد خودش در عالم قیامت و در روز قیامت محشور میشه. وقتی که دوباره زنده میشه این روز هم خیلی مهم که آیا دست او پور هست یا دستش خالی است، نامه اعمال او به دست راستش داده میشه یا به دست چپش داده میشه، آیا حساب و کتاب او راحت است، آسان است یا خیلی سخت و دشوار، آیا در مواقف و ایستگاه‌هایی که قرار می‌گیره و بازرسی‌ها و سوالاتی که از او میشه جواب برای سوالات داره یا نداره. این روز هم خیلی روزی مهم است ولی ما در قرآن عظیم الشان داریم از زبان انبیای الهی حکایت می‌کند که از جمله از زبان حضرت عیسی بعد از این که از طرف یهود زمان خودشان مورد اتهام قرار میگیره، در حالی که او برگزیده خداست، نبی از انبیای الهی است، پاک است و از مریم مقدس اون زن پاک به دنیا آمده است و با قدرت و عظمت خدای متعال و با اراده ذات باری تعالی متولد شده است، این جمله را از زبان ایشان قرآن عظیم الشان حکایت میکنه. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر من، سلام خدا
یعنی این 3 روزه که برای زندگی بشر و زندگی انسان از اهمیت ویژه برخوردار است و خیلی مهم و سرنوشت‌ساز است، سلام خدا بر من، روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی هم که دوباره زنده میشوم. این 3 روز خیلی روزهای مهم است. و در این دعا هم امام سجاد علیه السلام خصوصا این روزها، 2 روز اخیر، روز مردن و روز زنده شدن دوباره که خیلی اهمیت ویژه داره و نشان دهنده عاقبت به خیره انسان است، اگر واقعا انسان عاقبت به خیر باشه و این روزهایش روزهای خوب باشه، این 2 روز اگر روزهای خوب باشه عاقبت خوب داره، آینده خوب داره. در این دعای امام سجاد علیه السلام به این 2 روز تصریح شده است. وجعلنی علی ملتک، خدایا مرا بر آیین خودت اونگونه قرار بده که بر همون آیین از دنیا بروم، کافر، مشرک، گمراه از دنیا نرم، مسلم، مؤمن، متقی از دنیا برم. و بر همون آیین خودت هم دوباره زنده شوم. وقتی دوباره زنده می شوم دستم پر باشه، نامه اعمالم پر از عملهای صالح باشه، با اون سعادت همیشگی و ابدی که در پرتو اعمال صالحه در همین دنیا نصیب انسان میشه، در عالم پس از مرگ و در عالم قیامت، در حیات دوباره‌ای که من پیدا میکنم در عالم قیامت نصیب من میشه. و جعلنی علی ملتک اموت و احیا، مرا بر آیین خودت قرار بدی اون گونه که روزی که میمیرم بر آیین خودت باشم و روزی که دوباره زنده میشوم بر آیین خودت باشم. این خیلی مهمه، عاقبت به خیری خیلی مهمه. خیلی ها بودن که در ابتدای زندگیشان با نام نیکی زندگی کردن، با عملهای خوب زندگی کردن، متدین زندگی کردن و در آخر عمر ناگهان حوادثی، تهاجماتی، وسوسه های شیاطین در او اثر میکنه و از مسیر خدا منحرف میشه، گمراه میشه، کافر یا مشرک یا فاسق از دنیا میره. انسان باید همیشه دعا کنه خدا یا عاقبت به خیری را نصیب من، مرا عاقبت به خیر بده. قرآن عظیم الشان از زبان حضرت یوسف حکایت می کند که این دعا را می کرد: خدایا توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، خدایا مرا مسلمان دریافت کن. وقت روح مرا دریافت می کنی و وقتی مرا تحویل می گیری، قبض روح می کنی، می گیری از این دنیا، مسلمان باشم و مرا با صالحان، با خوبان، با شایستگان، با مقربان درگاهت، با اونهایی که شایسته نعمتهای همیشگی خودت هست، سعادتمند و خوشبخت همیشگی است، با اونها مرا ملحق کن. این همیشه خواسته های ما باید باشه. همیشه از خطرات دشمن، از فریبکاری های دشمن همیشه باید ترس و حراس داشته باشیم. همیشه باید مواظبت کنیم خودمان را. از هواهای نفسانی، نفس اماره، اماره به سوء که انسان را به سوی بدی ها میکشانه، این نفس، خواسته های نفسانی، امور دنیوی، قدرت طلبی، شهرت طلبی، ثروت طلبی، علاقه شدید به این امور دنیوی که انسان را از راه خدا منحرف میکنه، دور میکنه، باید همیشه مواظب باشیم که گرفتار این امور دنیوی نشیم، گرفتار این گمراهی ها نشیم، این وسوسه های شیاطین و نفس اماره با
و خواسته های نفس کنترل انسان را در دست نگیره و حاکم در وجود انسان نباشه. حاکم در وجود انسان خدا باشه، پیغمبر خدا باشه، ائمه معصومین علیهم السلام باشه، پیشوایان دین باشه، اولیای الهی باشه، قرآن عظیم الشأن باشه حاکم در وجود انسان، عقلی که خدای متعال به انسان داده او حاکم در وجود انسان باشه و مسلط باشه، او فرمانده باشه، اینا حاکم باشه. مبادا نفس زمام امور انسان را به دست بگیر و سوی انحراف بکشون. همیشه باید مواظبت کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على احد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفوتك واهل الكرامه عليك من خلقك. اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة السيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در ابتدا خودم و شما نمازگزاران محترم را به تحصیل تقوا و کسب تقوا که بهترین زاد و توشه انسان است توصیه و سفارش می کنم. امیدوارم خدای متعال همه ما را از متقین قرار بدهد.
در خطبه دوم حدیث را انتخاب کردم از امام صادق علیه السلام که راوی این حدیث شخص به نام عنوان بصری است. عنوان بصری یکی از علما و دانشمندان اسلامی در عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام است. در نزد علمای سرشناسی تحصیل کرده و درس خوانده عنوان بصری، مدت هم در نزد مالک ابن انس یکی از فقهای زمان خود پیشوای مذهب مالکی تحصیل کرده و درس خوانده. در اواخر عمرش در اون حال پیرمردی در 94 سالگی خودش مدینه مشرف میشه و خدمت امام صادق علیه السلام میرسه. سوالات از مسائل دینی و احکام اسلامی از امام صادق علیه السلام میکنه و امام صادق جواب میده و مطالب تازه‌ای و معارف دینی نو و تازه‌ای به دست عنوان بصری میرسه. ولذا خیلی خوشحاله و از امام صادق علیه السلام درخواست تعلیم علمش را میکنه که علمت را برای من هم تعلیم کن، آگاهی هایی که داری، علمی که داری مرا آموزش بدی. درخواست تحصیل علم در خدمت امام صادق علیه السلام را در واقع میکنه. امام علیه السلام جوابی که میده به این درخواست، این جواب بسیار درس داره، خیلی درس آموز است برای همه ما. امام علیه السلام میفرماید لیس العلم بالتعلم، علم، علم واقعی، علم نافع با تعلم نیست، فقط با آموزش دیدن و درس خواندن نیست. حالا در این زمان با رفتن به مدرسه های دینی و فرا گرفتن علوم دینی نیست. لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تعالی. البته که علم نوری است که خدای متعال هر کی را بخواهد این نور را در قلب او واقع میکنه، این نور را در دل او قرار میده، علمی که به او عمل میشه، علمی که انسان را به سوی خوبه ها حرکت میده. و الا اگر انسان سالها در مدرسه های دینی درس خوانده باشه و اصطلاحات فراوانی را فرا گرفته باشه، یاد گرفته باشه، مغرور بشه و فخر فروشی بکنه و برتری طلبی بکنه و امتیاز خواهی بکنه، و اگر گرفتار این مصیبت ها و این اخلاق زشت بشه، دیگه این علم حجاب اکبر برای او و علم مایه ذلت، شقاوت و بدبختی و گرفتاری اوست. علم بدر بود، علم واقعی، علمی که باعث هدایت انسان میشه، این در پرتو تقوا و خدا ترسی و با عنایت مخصوص خدای متعال این علم نصیب انسان میشه، ولو این که در مدرسه نرفته باشه، فقط در مناسبت‌های دینی، در محافل دینی که معارف اسلامی بیان میشه شرکت کرده باشه، ولو این که با مطالعه‌ای که خودش انجام داده، ولو یک مطلب را فرا گرفته باشه از معارف دینی، به او عمل میکنه.
یک حکم از احکام اسلامی را یاد گرفته به او عمل میکنه، دل او روشنه. وقتی نمیدانه فورا سوال میکنه، مراجعه میکنه، اگر توان داره، اگر توان نداره سوال میکنه، میپرسه و عمل میکنه. ای علم مقصود و ای علم با تعلم نیست. لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تعالی ان یبدیه. میخواد اونا ظاهر کنه، خدای متعال اراده کرده. بعد فرمود فان اردت العلم، اگر میخواهی علم داشته باشی، علم میخواهی، فطلب اولا من نفسك حقیقت العبودیه، اول از خودت، از نفس خودت حقیقت عبودیت را بخوا، دنبال عبودیت واقعی باش که معبود تو کیه. معبود تو الله متعال است، ذات باری تعالی است، یا معبود تو هوای نفس توست، معبود تو پول و ثروت توست، معبود تو قدرت توست، معبود تو شهرت و نام و آوازه توست، معبود تو قوم و قبیله توست، معبود تو چیست؟ آیا تو عبد کی؟ عبد اللهی؟ عبد خدایی؟ یا عبد هواها و هوسهای نفسانی و امور دنیوی هستی؟ یه عبودیت را از نفس خودت بخو که عبد کی هستی و کی را پرستش میکنی، کی را ستایش میکنی، مطیع کی هستی، تسلیم کی هستی، در برابر اراده کی تسلیم، در برابر اوامر و نواهی چه کسی تسلیم هستی، این را باید از خودت مطالبه کنی. فطلب اولا من نفسك حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت را باید از خودت بخوای. و طلب العلم باستعماله، دنبال علم هم که هستی برای عمل به اون علم و استعمال علم، به کار گرفتن علم باید دنبال علم باشی. و استفهم الله یفهمک، از خدای متعال باید درخواست فهمیدن کنی که خوب بفهمی، درست بفهمی، تا خدای متعال تو را بفهمانه. ناهی خدای متعال، فهم درست از ناهی ذات باری تعالی است. بعد از این که عبودیت واقعی و حقیقت عبودیت را امام علیه السلام بیان میکنه که این ریشه علم واقعی است یا اساس علم واقعی است. عنوان بصری از حقیقت عبودیت سوال میکنه. قلت ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیست؟ امام علیه السلام عبودیت واقعی را این گونه بیان میکنه، این را خوب دقت کنید، این خیلی درس داره. قال امام صادق علیه السلام فرمود ثلاثه اشیاء، حقیقت عبودیت سه چیزه. یک، ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا، عبد واقعی چی کسیه که در اون چه خدای متعال به او داده خودش را مالک حساب نمیکنه. واقعا جمله ای حالا که به عنوان شعر بر سر زبانهای خیلی هاست، در حقیقت مالک هر شی خداست یا مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست، اساس قرآنی و روایی داره. عبد واقعی خودش را مالک اصلی حساب نمیکنه، مالک اصلی و مالک واقعی خدای متعال را میکنه. هرچه مال و ثروتی که در دست او قرار گرفته از ناحیه خدای متعال و عنایت خدای متعال میدانه، یه امانت الهی است، حقوق واجبه داره که من باید
حقوق واجبش را ادا کنم، این مال را چگونه باید مصرف کنم، خدای متعال چی فرموده، اسراف و تبذیر نباید بکنم در مصرف خود، ضایع نباید بکنم این اموالی را که خدا به من داده است، نعمت الهی است. به فقرا و مساکن باید رسیدگی کنم، سهم و خمس و زکات او را باید پرداخت کنم، به نیازمندان باید انفاق کنم، این ذخیره یا آخرت من میشه. از این اموال خود، از دارایی‌های خود باید برای سعادت خود، برای ذخیره آخرت خود باید استفاده کنم. خدای متعال فرمود که از مال چگونه باید استفاده کنی؟ نباید مال را جمع کنی و ذخیره کنی در دنیا برای خودت نگه داری، هی مشغول حساب کردن و لذت بردن باشی و یک مرتبه مرگ فرا برسه و بعد این اموالی که حقوق واجبه اش جدا نشده، خمس و زکاتش پرداخت نشده، از او برای کمک به فقرا و ایتام و مساکین استفاده نشده، به دست ورثه میرسه که اونها هم ممکنه در راه حرام استفاده کنن و مصرف کنن. تمام بدبختی ها و عذاب ها و گرفتاری هایش را باید تو بکشید. اینا را انسان باید متوجه باشه. اولین چیز در عبودیت واقعی و حقیقی اینه که الله یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا، خودش را مالک واقعی برای اموال و دارایی های خود حساب نکن. لأن العبيد لا يكون لهم ملك، چون عبد که تسلیم محض مولای خودش الله متعال است خودش را مالک حساب نمی کنه، ملک برای اون است، دارایی نداره، ملک نداره. يرون المال مال الله، مال و ثروتی که داره مال خدا می دانه، مالک واقعیش رو خدای متعال میدن. یزعونه حیث امرهم الله، یه اموال رو در جایی میگذاره که خدا امر کرده، در جایی قرار میده که خدا امر کرده، خدای متعال امر کرده که زکاتش رو باید پرداخت کنی، پرداخت میکنه. خدای متعال امر کرده که باید یک پنجم از ارباح اموال خود را، ربح سال خود را پرداخت کنی، پرداخت میکنه. خدای متعال دستور داده است که انفاق کنی، دست باز داشته باشی، این کار انجام میده. خدای متعال دستور میده که به فقرا، مساکین، ایتام، نیازمندان رسیدگی کنی، این کار انجام میده. یدعونه حیث امرهم الله، خودت هم که مصرف میکنی خدای متعال دستور داده که اسراف نکنی، تبذیر نکنی، اسراف هم نمیکنه، به جاه مصرف میکنه، به راه مصرف میکنه. یذعونه حیث امرهم الله، این اولین خصوصیت عبودیت واقعی. دومین خصوصیت، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، عبد واقعی مدبر امر خدای متعال را میداند، الله متعال مدبر امر است، تدبیر امور در دست الله متعال است، لذا من تدبیر در برابر تدبیر الله متعال انجام بدم، هرگز من به وظایف خود عمل میکنم، به تکالیف خود عمل میکنم، از اوامر و نواهی ذات باری تعالی اطاعت میکنم، امتثال میکنم، دیگر سرنوشت هرچی باد آباد، هرچی شد خدا راضی باشه، خدا، خدای متعال، الله ذات باری تعالی او راضی باشه، عبد واقعی مطلوب او و تمام مطلوب او، خواسته او رضایت الله متعال، رضایت معبود اوست. تدبیر در برابر تدبیرات الهی ندار. بله در امور زندگی خودش فکر میکنه،
برای سرنوشت خودش فکر میکنه، امور زندگی خودش را تقدیر میکنه، تدبیر میکنه. اما این که بگه من همه چیز را خودم تدبیر میدهم، فلان چیز را که میخواهم باید به اون من برسم. شما در زندگی خیلی زیاد تجربه کردید، افرادی که دنبال مال دنیا باشه به هر دری میزنه و هر کاری میکنه تا خدای متعال نخواد نه نمیرسه. یا برای کسب قدرت افراد زیادی چقدر سعی و تلاش و کوشش میکنه، باز میبینیم که نه چیزی برای اون نمیرسه. یا نه حتما باید به این برسم، ممکنه خدای متعال نخواد. در مقابل قضاء حتمی ذات باری تعالی، الله متعال، کسی بخواد تدبیر انجام بدهد، نه این عبد واقعی این گونه نیست. عبد واقعی تسلیم تدبیرات الهی است، تسلیم مقدرات الهی است، تسلیم قضا و قدر خدای متعال است، ولی به وظیفه خود عمل میکنه، به تکلیف خود عمل میکنه، مطیع دستورات الله متعال هست. این خصوصیت دوم. و سوم خصوصیت عبودیت و جمله اشتغاله فی ما امره تعالی به و نهاه عن. تمام مشغولیت این عبد در انجام امر الهی است. به چه چیزی دستور داده خدای متعال من باید امتثال امر خدای متعال رو بکنم؟ از چه چیزی خدای متعال نهی کردم من باید اجتناب کنم، من باید پرهیز کنم؟ در طول زندگی خودش متوجه دستور خدای متعال است. این سخن را بگویم آیا خداوند اذن داده؟ مشروع هست؟ خدا امر کرده؟ یا حداقل از نظر شرعی مباح است یا نه؟ این قدم را من بردارم، این کار را من انجام بدم، آیا امر خدا به او تعلق گرفته؟ رضایت خدای متعال در او هست یا نه؟ فلان کار را که خدای متعال منع کرده، نهی کرده، نباید من به او نزدیک بشم، نباید او را انجام بدم و مرتکب بشم و گرفتار معصیت خدای متعال بشم و آلوده بشم. همیشه در طول زندگی خود متوجه تکلیفهای خود و وظائف دینی خود است. و جمله اشتغاله فی ما امره تعالی به و نهاه عن. فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا خان عليه الانفاق. بعد نتائج و آثار این سه خصوصیت را که عبودیت حقیقی و واقعی با اونها محقق میشه، حاصل میشه، آثار اونها را بیان میکنه. اما خصوصیت اول، وقتی عبد برای خودش در اون چه که خدا به او داده ملکیتی و مالکیتی قائل نباشه. مالک همه خدای متعال هست، یه امانتی در دست ماست، باورش این طوری باشه، این گونه تسلیمی در برابر خدای متعال باشه. هان علیه انفاق، انفاق برای او راحت، جدا کردن خمس و زکات او راحت، سختی نمی کنه. انفاق به فقرا و ایتام و مساکین راحت، کمک کردن راحت، مال خداست، خدا دستور داده من انجام میدم، این باید به درد آخرت من بخوره. هان علیه الانفاق، انفاق بر او، خرج کردن برای او در راه خدا راحت و آسان میشه. فیما امره الله تعالی، در اون مواردی که خدای متعال امر کرده، مثل خمس و زکات، مثل انفاق و کمک به فقرا و مساکین و ایتام. فیما امره الله تعالی ان ينفق فیه و اذا فوض العبد. اما خصوصیت دوم اثرش اینه، وقتی عبد تدبیر خودش را به مدبر اصلی، به خدای متعال واگذار میکنه. مدبر امر الله متعال است.
من تسلیم قضا و قدر الهی هستم، من مکلف به انجام تکالیف دینی خود هستم، به وظیفه های خود عمل می کنم. تدبیر امر در دست خداست، تسلیم قضای خدای متعال هستم. اگر با این باور باشم، اذا فوض العبد تدبیر نفسه على مدبره خان علیه مصائب الدنیا، مصیبت های دنیا، سختی های دنیا، گرفتاری های دنیا، رنج های دنیا، عذاب های دنیا برش آسان میشه. تدبیر امر در دست خداست. شما شاید شنیده باشید، زیاد شنیده باشید، او بانی در صدر اسلام که فرزند طفل او، فرزند او از دنیا رفته بود، به رحمت خدا رفته بود، بعد وقتی که شوهرش از بیرون بر میگرده، خلاصه در گوشه پنهان میکنه میگذاره که شوهرش مبادا ناراحت بشه. بعد از این که شوهر راحت میشه، خستگی های بیرون او برطرف میشه، بعد برای او میگه که اگر یک چیزی را یک کسی به شما بده، به ما و شما بده و بعد دوباره پس طلب بکنه بگیره، آیا این بد است؟ سخت است؟ نه سخت نیست، باید برگردانیم، باید بدیم. بعد با این شیوه وارد میشه، میگه که فرزندی را که خدای متعال، الله متعال به ما داده بود پس گرفت. ببین چی اعتقاد قوی است، چی ایمان عمیق است. این تسلیم تدبیر الهی است، تسلیم قضای الهی است. حالا مصیبتی وارد شده، گرفتاری آمده، یکی از دوستان نزدیک یا اقربای نزدیک شخص فوت کرده، این مصیبت را تحملش آسان. خان علیه مصائب الدنیا. و اما خصوصیت سوم اثرش اینه، و اذا اشتغل العبد بما امر الله تعالی و نهاه لا يتفرغ منهما الى المراء والمباهات مع الناس. وقتی کسی تمام هم و غم او در زندگیش اوامر و نواهی خدای متعال باشه، خدا امر کرده من انجام بدم، از فلان چیز نهی کرده من باید اجتناب بکنم، تمام هم و غمش اینه وقتی باشه، دیگه این آدم گرفتار مراء و مباهات نمیشه، گرفتار بحث های بی خوده که از اونها نزاع و خصومت برمیخیزه و باعث جنجال در زندگی اجتماعی یا خانوادگی میشه، گرفتار اینها نمیشه، گرفتار فخر فروشی و مباهات با مردم نمیشه، گرفتار این امور نمیشه. و اذا اشتغل العبد بما امر الله تعالی و نهاه لا يتفرغ منهما الى المراء، از اون دوتا فارغ نمیشه که گرفتار مراء بشه، گرفتار بحث های جنجالی بشه، گرفتار فخر فروشی و مباهات با دیگران بشه. و این آدم راحت، لا یطلب الدنیا، دیگه دنبال دنیا نیست، همچه آدمی که دنبال اوامر و نواهی خدای متعاله. لا یطلب الدنیا تکاثرن و تفاخرن، دنبال زیاد کردن مال و ثروت دنیا باشه یا دنبال فخر فروشی نسبت به دیگران باشن، نیست. و لا یطلب من عند الناس، از نزد مردم یا اونچه که در نزد مردم است، ما عند الناس، مال و دارایی و قدرتی که در دست دیگرای دنبال اون نیست که بگه عزت من به این هست که من به اون مالی که در دست فلانیه به او برسم، قدرتی که در دست فلانیه به او برسم. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا ولا يدع ايامه باطلا، دیگه روزهای خودش را، فرصتهای خودش را به باطل هدر نمیده، ضایع نمیکنه، رها نمیکنه، از اوقات خود و از فرصتهای زندگی خود به خوبی برای اطاعت از خدای متعال و
و پیامبر خدا و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام و پیشوایان دین استفاده میکنه. بعد امام صادق علیه السلام این آیه شریفه را تلاوت فرمود: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. آخرت، سعادت آخرت، خوشبختی در روز قیامت، این ما برای کسانی قرار میدیم که در زمین برتری طلبی نکنند، در زمین فساد نکنند، باعث بدبختی و ظلم و ستم نسبت به دیگران نشد، و آینده از آن متقین و پرهیزکاران است. این خصوصیات وقتی در انسان باشد و حقیقت عبودیت در او به وجود بیاید، این اولین درجه از درجات تقواست به تعبیر امام صادق علیه السلام، و آینده هم از آن متقین و پرهیزگاران است. پروردگار اسلام و مسلمین را نصرت و عزت عنایت بفرمود. پروردگار توفیق اطاعت و بندگی برای همه ما عنایت بفرمود. پروردگار توفیق فهم معارف دینی و عمل به احکام اسلامی را نصیب همه ما بفرمود. پروردگار حوائج مشروعی همه مؤمنین و مؤمنات و جمع حاضر را برآورده به خیر بفرمود. پروردگار قلب مقدس آقای ما، مولای ما، ولی عصر را از همه ما راضی و خوشنود قرار بده. پروردگار این چشمان نالایق ما را به جمال انور اون حضرت منور بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.